توی پروسه ای کیوان عباسی با تنفر یک شب، با تنفر کامل، با چشمان اشکبار از جلسه ای که با حضور کامران بیگی که اون موقع رئیس دفتر آقای رضا پهلوی بود، به خاطر اینکه 70,000 دلار بدهکار بود تلویزیون آزادی و اگر اون 70,000 دلار رو نمیدادن تلویزیون مصادره میشد، و من با آقای رضا پهلوی تماس گرفتم، گفتم آقا این 70,000 دلار رو جور کنیم بدیم این تلویزیون باشه تا بعد سر و سامان بش بدیم. آقای رضا پهلوی، آقای اویسی، کامران بیگی رو فرستاد لس آنجلس از واشنگتن، جلسه گذاشتیم. کامران بیگی معتقد بود که اینا دروغ میگن، پول دارن، میخوان پول اضافی از ما بگیرن، تو اصرار نکن با اینا 70,000 دلار بدیم. اول میدونستم که دروغ نمیگن، پول به اینا ندادن. تلویزیون آزادی، تلویزیون آزادی ورشکست شد، جمع شد و کیوان عباسی کینه از رضا پهلوی به دل گرفت که نامی از رضا پهلوی تو اتاق خبر نیاد، نامی از رضا پهلوی تو اتاق خبر نیاد. وقتی که خبر مصاحبه رضا پهلوی رو ما گذاشتیم بالا، برای اولین بار کیوان عباسی هر روز وارد ساختمون استودیو میشد، اتاق من طبقه پایین بود، میومد دم در، به سنت و حرمت بزرگ و کوچیکی سلام علیکی میکرد و میرفت بالا طبق اتاق خودش. وقتی اومد تو اتاق من رنگش پریده بود، چون تورا دیده بود که خبر اول رو ما مصاحبه مطبوعاتی رضا پهلوی رو گذاشتیم. و آقا اعتمادی چی کار کردی؟ من اصلا متوجه نشدم چی میگه. گفتم چی کار، چی شده؟ گفت از رضا پهلوی خبر گذاشتی؟ گفتم بابا این ترجمه از ناصر فرستاده، یه مصاحبه بوده دیگه، خبر دیگه، خبر رسمیه، حالا این اب نداره، ما که تبلیغی نمی کنیم. ولی دیدم داره پس میفته، گفتم خیلی خوب برش میداری، برش میداری. در یک رسانه ایمانند من و تو با صدای آمریکا هرگز نمیدونید، شما نمیدونید چه جهنمی فضای این رسانه هایی مثل صدای آمریکا و بی بی سی و من و تو ایران اینترنشنال.